یکی از تصورات ما اینه که روضه های حضرت زهرا علیه السلام به مناسبت استشهادشون این و همچنین همه ائمه و پیغمبر یعنی معصومین کلن اینها زیاد بشه خیلی خوبه، خیلی خوب آخرتیه و خیلی خوب دنیاویه، چون ماها غالبا یعنی شیعه ها به صورت عامه اینا تبلیغاتشون منبره و اینقدر مطالب شیعه زیاده در اصول و فروع و اخلاق و مسائل که واقع اینه که منبرها هر چی زیاد باشه نمیتوانه کفایت بکنه این موضوع را، یعنی چون صحبت سر یک کمی نیست، یک کتاب و دو کتاب نیست، یک سیل احکام و مسائل که اینا مربوط به دستگاه تشیعی و دستگاه اصل اسلامی قبل از تشیع، اینها غالبا کجاها گفته میشه؟ اینا تو منبرها گفته میشه، چون اهل علم که به مردم ارتباط علمی ندارن اصلاح کتاب را هم غالب مردم نمیخونن، اونایی که بی سوادن که نمیخونن، اونایی هم که سواد دارن غالبا کتاب های روز و معشبه را در تمام عالم اسلامی اینا رو میخوننشون، وقت مونده که آقایون منبری ها صحبت بکنن حول اصول دین، فروع دین، مسائل، معشبه. این هر چی زیادتر باشه از پیغمبر گرفته تا میلاد حضرت حجه صلوات الله علیه این بهتر تو اجتماع نفوذ اصول دین و فروع دین میشه. ممکنه که شما فرض کنید اگه تو منزلتون مجلس بذارید 5 نفر بیان، 3 نفر بیان، همین 3 نفر، کی گفت که در مستقبل یکی از اینها یک شخصیت بارزی و یک مبلغ فوق العاده مهم می نشه؟ ما دلیل بر این نداره. یه مجتهد قطعی اسمش را نمیخوام بگم، خودش وسی خود بنده گفت، مرحوم شد قبل از 20 سال در کربلا، گفت به من که من طلبه شدم نصف روز عملگی می کردم و نصف روز درس می خوندم، از ایران بود خودش. بعد همین آقای مجتهد آمد در ایران در مناطق علی اللهی ها 40,000 نفر را شیعه کرد. یعنی ما دلیل نداریم بر این که این طلبه عادی، این کاسب عادی، این یه شخصیت بارزی در مستقبل نشه. شما خوندید روزه تو منزلتون 5 نفرم آدم اومدن، همین جوانه، همین دختره، همین پسره یه مطلبی را تلقی کرد از شما، بعد یه شخصیت مهم میشد، یه دنیای را روشن کرد. کما اینکه همین بچه یه وقتی رفته سینما یه مطلب غلطی را دیده، ممکن است بزرگ بشه یه دنیای را تاریک بکنه. این تو تاریخ ها زیاد نمیشن این قصه ها را. مجالس واقعش اینه باید زیاد باشه. یکی دیگه به تصور ما باید مجالس سر تا پاش قال الصادق و قال الباقر باشه. ما اگر میخواهیم آخرت و پیغمبر و اسلام و دین و واقعیت را، این معصومین هست از پیغمبر گرفت تا حضرت حجه. اگر یه وقتی آدمم استشهاد کرد به قول راسل یا به قول نمیدونم فرض کنید فلان آدم، این یه مطلب شاهدی و تقفلیه، نه این که این یک حرف عمودیه. خود متدینهایی هم که روزه میذارن و مجلس میذارن اینا قال صادق و قال باقر میخوان واقعش، این که دلش نمیخواد فلان حرف بشنفه یا فلان حرف کم یا زیاد یا هر جور، این دلش میخواد بینه پیغمبر چی گفته، امام چی گفته. خود ماها گاهی وقتا هممون تجربه کردیم 10 صفحه از فلان حکیم یا فیلسوف یا افلاطون میخونیم، اصلا این تو قلب ما جای نمیگیره، یه مطلبیه، یه دیکوریه. یه دونه قال صادق که گفتم میبینیم جا گرفت در قلبمون. یعنی همه مدعیان اینجوری هست، مدعیان شرق و غرب اینجوری هست. یه وقتی در عراق عبدالکریم قاسم اومده بود و توی خطابش گفت که باید کلمات من را عوض کلمات نهج البلاغه بذارن، گفت اینو صریح کن، آقایون عراقی ها میدونه. بعدم کلمات عبدالکریم قاسم را به تر در دیوالی چسبوندن، زور و پول و قدرت و اینها، پخش کردن کلماتش را،
قطعه های بزرگ قدر این دیوار، قدر نصف این دیوار، قطعه های کوچک از سر تا سر عراق، همین دیوارهای کربلا که ما بودیم، دیوارهای نجف که ما میرفتیم، کاظمه، حالا این مدینه مقدسه غیر از بغداد پر بود. عبدالکریم رفت، تمام این کلماتش خلاص شد. قطعا نظر از اینکه کلماتش را سیاسی ها میگرفتن، تمام اجتماع اینا مربوط به صادق و باقر و یا حتی اگر سنی هم هستن در اجتماع عراق مثلا، این مربوط به کلمات نه عبدالکریم، نه عبدالسلام، نه احمد حسن بکره، این مربوط به کلماتیه که اسمش آخرش پیغمبر میرسه. یعنی روایات ابو هریره هم که سنی ها قبول دارن، چون آخرش میرسه به پیغمبر اسلام، یعنی باز ابو هریره هم خودش جا زده، تلبسون الحق بالباطل کرده. ما تصورمون اینه که باید واقعا منبر در یک کتابی آقای حرزالدین نوشته، تش از علمای نجفه، در اون کتاب مطالعه بفرمایید، نوشته که بعضی ها بودن در نجف از علما تمام وسائر را با سنداش حفظ کرده بودن. میگه فلان کس، ببینید تو حرزالدین، کتابی حرزالدین نوشته، سابقا روایات حتی سنی هم همینجور بودن، کسی که بهش حافظ میگفتن، کسی که 400 هزار حدیث حفظ کرده، کسی که 100 هزار حدیث حفظ کرده، کسی که 50 هزار حدیث حفظ کرده، مردم اینا رو میخوان، واقعا خود ما هم اینا رو میخوایم. بله یه وقت هم یه مطلب قشنگی میشنفیم از منبر، یه چیز دیکوره به قول مشهور، یه دیکوریت داره، نه اینی که یه واقعیت داشته باشه. در راهی این که بخوایم قال الصادق و قال الباقر را ما تنفیذ بکنیم، باید فلان شاهدم از فلان جدیدیه بیاریمش، از برای اینکه فلان جوونی که تو مجلسمون نشسته این ببینه که حضرت صادق علیه السلام قبل از این به هزار سال این مطلب فرمودن. یه قصه واقع شد در یکی از جوانهای عراق، تفعلا من دارم نقلش میکنم این قصه را. یه جوان عراقی رفته بود انگلستان درس میخوند، این قصه در زمان خود ما شد، این درس تشریح و طب میخوند، بعد این قصه مشهور شد. همون وقت استادشون، در بدن انسان یک دوره دموی هست، یه دوره بزرگی بهش میگن دورت الکبرا، بعد اخیراً غرب کشف کرد دوره دموی صغرا را که یک دوره کمی هم هست خونی، دوره کوچک بهش میگن، با یه تفصیل طبی که حالا کارش نداری، تو این کتاب ها غالباً نوشته میشه. این استاد دانشگاه داشته واسه شاگرده ها دوره دموی صغرا را درس میداده و این که مکتشفش فلان کسه، یک کس عصبی غربی ها. این شاگرده پای منبر نشسته بود و این حرفا به اصطلاح پا میشه به نام میکنه کف زدن بی مناسبت، همه تعجب میکنن آقا یه شاگرد وسط درس پاشه کف زدن. میشه من چرا کف زدی؟ میگه واقعش اینه که شما استاد گفتید که این دوره را فلان کس کشف کرد، مثلا فلان کس 100 سال قبل، 200 سال قبل مثلا، و این چیزی است که امام صادق ما قبل از 1300 سال کشفش کرده و در توحید مفضل نوشته این را. همه تعجب میکنن، توحید مفضل بیارن ترجمهش میکنن، میگن همین نوشته امام صادق. اگر یه وقتی هم ما میخواهیم بعدم استاد و همه شاگردها کف میزنن واسه امام صادق علیه السلام، بعد که ثابت میشه این راسته، از مکتبه میطلبن کتاب رو، اگه یه وقتی هم ما استشهاد میکنیم به قول فلان غربیه یا فلان شرقیه، این شو تفقلیه وجه که چهار تا جوان اقتناع پیدا بکنن به این حرف ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه،